خب عرض کنم که خب دوستان عزیزم خیلی متشکرم، ببخشید من یه ذره اینجا گیج شدم. عرض کنم اول بذار ببینم که این دوستای من، پرس کنم که اینجا اینم استارت بکنم درست شد. حالا عرض کنم حضورتون، اول اجازه بدیم اینم دوستایی که اومدن، خیلی عذر میخوام مهدی جان، خیلی ممنون بالا هستی، میدونم زنگ زدی، من درگیر چیز بودم، میدونستم نگران چیز هستی، تأخیر هستی. آقای علیرضای پربایی، مهدی شمس عزیز، عرض کنم که دوستان به حال من با تأخیر 13 دقیقه، با عرض معذرت، بله با تأخیر 13 دقیقه، به یک شکلی من دیروز یکی از دوستان اومد کامپیوترمو به اصطلاح چیز کرد، تعمیراتی توش داشت انجام داد، یک جوری این سیستم چیز من، سیستم که بهش میگیم این OBS من که از طریق اون به یوتیوب میرم، قاطی شده بود. نظره طول کشید که من اصلا پیدا کنم اون کجا هست، یعنی رفته بود یه جای دیگری. برحال اصلا خدمتتون، من میذارم یک دقیقه به من وقت بدید، من الان بر میگردم، یک دقیقه فقط، یعنی برم یه جایی یه چیزی رو بگیرم بیام. خب برگشتم خدمتتون و اجازه بدید که من این جریان رو روشن کنم. خب اول سلام بگم خدمتتون، برای دوستام توی اینستاگرام، دوستام توی یوتیوب عذرخواهی کنم برای تقریبا 15 دقیقه تأخیر، عرض کردم یه کار مشکل تکنیکی بود ولی خب درست شد خوشبختانه و تونستم بیام بالا. البته مشکل توی اینستا نداشتم، توی یوتیوب داشتم، ولی خب مجبور شدم دوستای اینستا ما هم به اصطلاح منتظر نگه دارم. امروز برنامه تمرکزش روی بحران محیط زیست که هفته پیشم روی همون صحبت کردم، ولی این بار در اون دفعه در مورد بحران محیط زیست و چرایی اون صحبت کردم، که حالا من در مقدمه یه یادآوری میکنم مخصوصا برای کسانی که ممکنه اون شب یا اون روز نبودن. امروز میخوام بحران محیط زیست رو وصلش کنم به این جریان نیولیبرالیسم، حالا نه فقط توی ایران، در مجموع نظری، به حال یک ایده غالبی بر دنیای سرمایه‌داری حاکمه به نام ایده نیولیبرالیسم که من در موردش زیاد صحبت کردم و امروز هم بازم بعد از اینکه در مورد محیط زیستی چیزایی میگم، یک تعریفی هم از نیولیبرال براتون دوباره تکرار میکنم و بعد ببینم که این آموزه هایی که نیولیبرال ها میدن چه تأثیری روی محیط زیست داره. این در واقع کل حرف من امروز بنابراین سه تا قسمت خواهد داشت. یه قسمت، یه
تکراری از اون چی که دفعه قبل گفتم در مورد بحران محیط زیست و چرایی اون، خیلی مختصر خواهم گفت و بعد میام در مورد نیولیبرالیسم صحبت میکنم و اینکه نیولیبرالیسم چی میگه و بعد چه رابطه اون گفته ها با اون آموزش برای محیط زیست داره. دفعه قبل عرض کردم که خب صحبت از محیط زیست که میشه داریم از آب و خاک و هوا و از این چیزها صحبت میکنیم و بعدم خب آب زیرزمینی داریم، آب روزمینی داریم، رودخونه ها و مثلا دریاچه ها و عرض کنم سدا و دریاها و اینا، و زیرزمینی همون آبیه که اون پایین هست که از طریق قنات و چاه و اینا برداشت میشه از اینا. بعدم خب عرض کردم خدمتتون که در ایران عمدترین مشکل محیط زیست ما، بحران اصلی، همین بحران آبه که در موردش خیلی صحبت ها شده. من فقط یه تصحیح بکنم، دفعه قبل اگه اشتباه نکنم من گفتم نمیدونم 80,000 چقدر چاه تو ایران داریم، من اشتباه کردم، بعد من 800,000 منظورم بود نه 80,000، یه رقم خیلی بالاتری از اونه. که خب بعضی از اونا چاهایی که فعالن، بعضی هاشون هم نیستن، حداقل 400,000 تاشون مثل این که فعالن و خیلی هم از اینا چاهای عمیقی هن. چاهای سطحی دیگه تو ایران عملا جواب نمیده در خیلی از جاها، مخصوصا مراکز مرکزی اصلا دیگه جواب نمیده، حالا مراکزی به طرف شمال که بیایی و اینا ذره متفاوت. عرض کنم حضورتون که من عرض کردم حضورتون که این کمبود آب عمده ترین بحران ماست و بعدم عرض کردم حضورتون که این کمبود آب خب دو تا دلیل داره. یه دلیل هایی که طبیعیه، یعنی خدا ایجاد کرده، بارون کم میاد، عرض کنم حضورتون که نمیدونم به مدیریت چیز کار، اصلا کلن کشوری هستیم که خشکیم. یکی از اولین دعاهای داریوش میگن این بود که خدایا کشور من رو از سه چیز نجات بده: دروغگویی، دشمن و کمابی یا خشکسالی. یعنی از همون دوره داریوش هم خشکسالی و کمابی در ایران یه مشکل بود. البته در کنارش هموقت این جریان مشکل بود که دروغگویی مثل که بود یا دشمن بود که از خارج این حمله می کردن. برحال می خواهم بگم که این جریان خشکسالی و خشکی و کمابی در ایران یه سابقه طولانی داره، اصلا کشور خشکی هستیم. خب کشورهای دنیا همه اینجوری نبودن، نیستن، ایران حالا خشک بود، ولی مثلا اروپا یه قاره خشکی نیست، یه قاره آبه، قاره تره به جای خشک. خب مثل اینکه خدا به اونا بیشتر توجه داشته همیشه دیگه. به هر حال هرچی هست ما متفاوت بودیم. دنیا اصولا دو نوع کشور داشته در دنیا، کشورهایی که به اصطلاح زمینی هن، بهش میگن لند مس، یعنی عمدتا زمین هن، و کشورهایی که وادر مس هن که عمدتا آب هن. کشورهایی که مثلا اروپا کشورهای آب هن. ایران و منطقه عربا کشورهای زمین هن، لند مس هن. امریکا وادر مس، چین و روسیه لند مسن. اینا یه خب پستش دیگه. به هر حال غرب عمدتاً بادر مس بوده، شرق متاسفانه لند مس بوده، یعنی شرق عمدتاً خشکه، غرب
عمدتاً تره. خب شاید هم یه دلیلی هم که غرب انظر توسعه جلو افتاد برای همین بود که چون بادرمس بود، چون اساس زندگی آب خیلی زیاد بود، خب تونستن ابزارهایی که از آب استفاده میکنه برای تسلط دنیا استفاده کنن، مثلا کشتی بخار و امثاله. برحال بلا اون یه بحث مفصلیه که من اینجا واردش نمیشم. ایران ما متاسفانه لند مس، مس یعنی توده، لند مس یعنی یه توده ای از زمینه با یه آب کمی این بر اون بر چند تا، البته خب دو طرف ما دریا هست ولی کشور این گربه درون این دریا، دو تا دریاست. این گربه را دارم ازش صحبت میکنم. خب درش یه تعداد دریاچه بود و هست و رودخونه و اینا که هم متاسفانه برخیشون هم مثل هامون و مثل رضاییه و اینا دارن یا خشک میشن یا خشک شدن، و رودخونه هایی مثل کارون و کرخه و امثاله هم و زاینده رود و بدن که عمدتا از اون وضعیتی که قبلا داشتن ندارن دیگه، خیلی خیلی کاهش پیدا کردن. و خب دولت، خب یک بنابراین یه بحث از این مشکل آب و اینا طبیعیه، یه مشکل دیگه اما طبیعی نیست، به اصطلاح انسان محور اون مشکل یا توسط انسان به وجود اومده، یعنی ما ایرونی ها مسئولش هستیم. مثلا یه مقدارش خدا مسئولشه، یه مقدارش ما مسئولش هستیم. اون قسمتی که ما مسئولش هستیم، خب یه بخشش برمیگرده همونجوری که قبلا عرض کردم به مدیریت این آب. حالا من دیگه گفتم در مورد هوا و اینا میخوام حرف نزنم، اگرچه من این روزهای مرتب صحبت از بدی هوای شهرهای ایران میشنفم و در موردش زیاد داره صحبت میشه. هوای شهرهای ایران خیلی بد شده، غیر قابل تنفس شده، مثل تهران و امثال هم. ولی خب حالا اون که شاید هم یک جایی در هفته های دیگه بحث هوا رو بکنم، ولی امروز بازم روی همین آب تکیه میکنم فعلا تا یه ذره جریان روشن تر بشه. بنابراین گفتم مشکل آب یه مقدار طبیعیه، یه مقدارش هم انسانیه، یعنی ماها درست کردیم و ماها درست کردیم. خب اینجا یه دولتی و یه مردمی، یه مدارش دولت درست کرده، یه مدار مردم درست کردن این مشکلاتو، یعنی یه مدارش اساس مثلا سیاستگذاری های محیط زیستی حکومت داره، یه مدارش هم بر فرهنگ و رفتارهای ما ایرانی ها مربوط میشه. یعنی نمیشه واقعا همه چیزو گفت محیط زیست و حکومت خراب کرده، این مدارش هم خود مردم خراب میکنن، استفاده بیرویه از آب و خیلی از چیزهای دیگه. برحال ما فرهنگ محیط زیستی خوبی نداریم. من دفعه قبل عرض کردم که اصولا ما ایرانی ها اگرچه یه رابطه خیلی تنگاتنگی همیشه با محیط زیست داشتیم، با محیط و با در واقع با طبیعت داشتیم، ولی در همین حال هم متاسفانه به دیدگاهی رو در مورد طبیعت ایجاد کردیم که یه مقدار مغایر حفظ و حراست طبیعته. ما خب عیدمون بهار رو جشن میگیره، گل و بلبل و بعد نمیدونم مهرگان ما عرض کنم، یلدای ما و همه اینا به اصطلاح طبیعت محورن، در یک جوری با طبیعت داریم چیز میکنیم، مثل هالووین امریکاییان نیست، مثلا یک چیز دیگریه. ما با طبیعت خیلی نزدیک بودیم همیشه به عنوان به اصطلاح انسانهایی که ایرانی بودیم و هستیم، ولی متاسفانه این طبیعت محوری ما متاسفانه بگم خب پی مرتب عوض شده. عرض کردم دفعه قبل که ما یک وقتی مثلا 3000 سال پیش به محیط، به طبیعت بیشتر احترام میذاشتیم تا امروز، از طبیعت بیشتر حفاظت میکردیم، بیشتر طبیعت رو جشن میگرفتیم
تا امروز. جشن امروز ما در مورد طبیعت خیلی مصنوعی شده، یعنی در واقع تکرار همون چیزیه که 3000 سال پیش ایجاد کردیم، مثلا نوروز. و این وسط برای ما ایرونی‌ها یه اتفاقی افتاده که ما رو از طبیعت جدا کرد، دیدمون رو در مورد طبیعت عوض کرد و طبیعت رو به جای اینکه بخشی از خودمون و گستره‌ای از خودمون بدونیم، طبیعت رو به عنوان یه چیزی جدا از خودمون می‌بینیم. و مخصوصاً وقتی هم جدا می‌بینیم، نگاه بهش نمی‌کنیم به عنوان چیزی که جداست و زندگی خودشو داره یا زنده است. نه، طبیعت زنده نیست، طبیعت اونجا هست برای ما، برای مصرف ما. و بنابراین اگر هم میخوایم حفظش کنیم، برای اینی که میخوایم برای مصرف خودمون حفظ بشه، برای بهتر زیستن خودمون حفظ بشه، نه به خاطر خود محیط زیست یا اون طبیعت. این متاسفانه خب یه درکی که از طبیعت توی ایران ایجاد شده. و ولی این درک بنده هم این درکی که تو انسان به عنوان مفهومی ایجاد شده در مورد طبیعت، البته فقط خاص ایرونی ها نیست، اکثر کشورها اینجوری، مردم دنیا اینجوری فکر کردن که محیط زیست چیزی اونجاست و ما انسان ها اینجاییم و اون محیط، اون طبیعت برای ما اونجاست و بنابراین ما برای اینکه بهتر زندگی بکنیم حق داریم هر جور که بخوایم از اون استفاده کنیم. یعنی این فرهنگ به اصطلاح دیدگاه به طبیعتمون اینجوری و در دنیا هم همینه عمدتا. البته داره عوض میشه و حالا هم عوض شد به طرف بد، عرض میکنم خدمتون، هم عوض شد به طرف خوب. مثلا ما 3000 سال پیش به نظر من دیدمون از طبیعت خیلی مثبت‌تر و واقعی‌تر و انسانی طبیعی‌تر بود تا امروز. طبیعت اون موقع بخشی از ما بود، ما ایرانی‌ها طبیعت رو جشن می‌گرفتیم. امروز دیگه یه مقدار مصنوعی همون گذشته رو تکرار می‌کنیم، اما متاسفانه در همین حال هم هرچی بیشتر طبیعت رو به عنوان یه چیزی جدا از ما که برای ما اونجاست نه برای خودش بهش نگاه کردیم. حالا اینو من دفعه قبل توضیح دادم به خیلی با دقت و حتی گفتم رابطه انسان با طبیعت چیه و گفتم که طبیعت دو نوع طبیعت داریم، یه طبیعتی که خدا آفرید رودخونه و نمیدونم از این حرفا با همه مواد و امثاله هم، به طبیعتی هم که بعد از انسان آفریده شد. طبیعت اول رو خب خدا یا اون تحول آفرید، ولی طبیعت دوم رو خود انسان آفرید. یعنی این طبیعت دوم رو ما انسان ها با کار کردن روی اون طبیعت اول آفریدیم. مثلا شهر تهران شما، این شهری نیست خدا اینو نیافرید، این شهر رو ما ایرونی ها آفریدیم. و اما این شهر رو چجوری آفریدیم؟ با کار کردن روی اون طبیعتی که خدا به وجود آورده بود، آب و خاک و معادن و چوب و هر چیز دیگری، و اون نیروی کاری رو که ما روی اون طبیعت مصرف کردیم شد این شهر تهران، خیابوناش، اسفالتش، های رایز چیز ساختمونهاش، نمیدونم دکون بازاراش و هر چیزی دیگری. این طبیعت دوم طبیعت انسان ساخته است. بنابراین ما دو تا طبیعت داریم، یه طبیعت که اون اولیه است و طبیعتی که انسان آفریده. دید ما بشر یا ایرانی ها فرق نمی کنه در مورد این دو تا طبیعت گاهن متفاوته. ما طبیعت اول رو بر این فرض می کنیم که اونجا به وجود اومده که برای
استفاده ماست، یعنی ما ازش هر استفاده میتونیم بکنیم، ولی طبیعت دوم رو خودمون برای استفاده خودمون از او طبیعت آفریدیم. خب بنابراین ما هر کاری رو که لازمه برای تهران انجام بدیم و انجام میدیم، سوای اینکه چه اتفاقی برای اون طبیعت اول میندازیم. طبیعت اول رو خب خراب میکنیم، خب خراب بکنیم، عوضش ما تهران درست کردیم. محیط هوای تهران الان فاسده، ما برای اینکه اتومبیل هایی رو که الان تو خیابونا هستن دارن گاز میسوزونن و بنزین بد میسوزونن و کربن درست میکنن و همه اینا، ولی خب ما ماشین درست شده توسط انسان برای انسان و داریم هم از این هوا داریم استفاده میکنیم از این راه و اینا، و اینکه این ماشین اون طبیعت رو که خدا آفریده مثلا اون هوا رو داره کثیف میکنه، برای ما فقط از این دیدگاه مهمه که تنفس رو برای ما مشکل میکنه، وگرنه از این دیدگاه ما نگرانی اون طبیعت رو نداریم که آقا اون مشکل اونجا داره باعث از بین بردن خود و اون طبیعت میشه، مثل که یه نفر داره میمیره. طبیعت هم اینجا که دفعه قبل عرض کردم زنده است، مثل انسانه. حالا درسته که حرف نمیتونه مثل ما بزنه، ولی به طبیعت که خوب نگاه کنی مرتب داره حرف میزنه. طبیعت عمل میکنه و عکس العمل هم داره. من در یه ویدیو عرض کردم دفعه قبل در مورد کرونا توضیح دادم که چرا کرونا محصول به اصطلاح استفاده غلط و نامناسب بشر از اون طبیعت. طبیعت داره عکس العمل نشون میده. حالا یه بحثیه که خیلی جداست، و اما نکته که من الان میخوام عرض کنم اینه که به هر حال این مسئله آب مثلا گفتم یک مشکل چیزی داره، یه مشکل طبیعی داره که خشکیم، یه مشکل مدیریتی داره که گفتیم دولت نوع برخوردش با این آب و یا ما ایرانی ها نوعه برخوردمون با اینا به طریقیه که اون مشکل طبیعی رو چند برابر مشکل تر میکنه. ما میتونستیم یه فرهنگی رو هم درون حکومت و درون خودمون به وجود بیاریم، پرورش بدیم که باعث به اصطلاح بدتر شدن اون فضای خشک نشیم. برعکس میتونستیم یه کاری بکنیم که حداقل در چارچوب همان هوای خشک بتونیم یک وضعیتی ایجاد کنیم که تجدید تولید ما انسان و شهرهای ما و مناطق ما دچار مشکل نشه. ولی خب متاسفانه این کار نکردیم. و خب وقتی من از این مشکل آبی حرف میزنم که انسان محوره، یعنی ما درستش کردیم به جایی که خدا هم درستش کرده باشه، یا تصادفاً همشو بالاخره خدا درست نکرده، یه مدارش ما درست کردیم، این ما هم عرض کردم دولت و همین ایرانیان. چرا اینجوری شد؟ چرا ما این دولت یا این مردم با طبیعت با آب ما این برخورد میکنن که نامناسبه که میکنند؟ خیلی بهشون میگم مثلا چاه عمیق، یا خوش شدن رودخونه ها، یا خوش شدن سدا، یا دریاچه ها. ما دولت اومد میگه ما چون آب کم داریم باید سد بزنیم، بعد میاد سدایی رو میزنه که مناسب نیستن و یا در محیط های نامناسب میزنه، یه سری مشکلات اینجوری ایجاد میکنه. بعد اون سدا رودخونه ها رو خشک میکنن، اون رودخونه ها فضای سبز کشور رو که خوش شدن خشک میکنه، و مشکل آب بعد تبدیل میشه به مشکل خاک، بعد مشکل خاک تبدیل میشه به مشکل هوا و غیره. اینا به هم دیگه چسبیدن.
من میخوام امروز بگم که یکی از مشکلات اساسی که محیط زیست ایران داره آموزشیه که به دولت و به ما داده شده یا ما گرفتیم از یه جایی. یعنی شما مثلا اگه برگردی به ایران 100 سال پیش، رودخونه ها پر آب، سد ها اگه سدی بود نبود، البته اون موقع دریاچه ها پر آب، کشور سبزتر، جنگل بیشتر، خاکا بهتر، همه چی درست بود. تصادفاً از اون موقع ما یواش یواش هرچی بیشتر دخالت کردیم توی مدیریت آب و خاک و جنگل و همه اینا، نه فقط کار رو جلو نبردیم که عقب بردیم. یه جایی یه مشکلی ایجاد شد. این مشکل همونجور که عرض کردم ریشش در بدآموزی بود. دولت بدآموز شد در رابطه با مدیریتاش، مثلا مدیریت آب یا خاک یا هوا. مردم بدآموز شدن در رابطه با استفادهشون از آب یا خاک یا هوا. ریشه در بدآموزی داره. حالا این بدآموزی از کجا اومد؟ داستان این بدآموزی چیه؟ عرض کردم که ما ایرونی ها آموزش خوبی در مورد طبیعت داشتیم. ما از 3000 سال پیش عید و جشن میگیریم که شروع بهار و سبزه بود. ما مهرگان داریم، برهکاری است و نمیدونم خیلی چیزای دیگه. بعد خب یواش یواش اومدیم به این وضعیتی که عرض دارم میکنم که باعث مدیریت غلط شد، استفاده غلط شد از آب، هم توسط مردم هم توسط حکومت، و بعدم دارم عرض میکنم که یک بدآموزی شد به عنوان شروع این مشکل. خب این بدآموزی از کجا شروع شد؟ در غرب. حالا اول برای اینکه من یه ذره وسیع‌تر حرف بزنم بگم، خب دنیایی که درش زندگی میکنیم مثلا حدود 350-400 سال پیش وارد یه میدونی شد به نام سرمایه‌داری صنعتی. سرمایه‌داری صنعتی یک از دل به اصطلاح سرمایه‌داری تجاری و فیودالیزم و زمینداری به اصطلاح فیودالیته شکل گرفت. یعنی یه دخان توی خیابونا، توی شهر، توی دهات، یه تاجر و غیره در شهرها فرض کنید. برحال یواش یواش ما از اونجا اومدیم و وارد یه میدونی شده به نام سرمایه‌داری در اواخر قرن 18 که در قرن 19 خیلی بالا گرفت و ادامه داد. با این سرمایه‌داری یه ایده اومد به نام لیبرالیزم. لیبرالیزم ایده بازار آزاد، تجارت آزاد، رقابت آزاد و در ته خط بازار و فرد. یعنی بشر با سرمایه‌داری وارد یه میدونی شد که درش دو چیز خیلی عمده شدن. یکی فرد بود، فرد آزاد، فرد لیبرال، و یکیشم یک نهادی بود به نام بازار که گفتن این بازار جاییه که درش این افراد یه عدهشون تولید کنندن و یه عده مصرف کننده به طور آزاد در این بازار با هم رقابت میکنن، با هم خرید و فروش میکنن و با هم کار میکنن تا
تولید بکنن و از این حرفا. یعنی یه طرف، یعنی اومدن دنیا رو، ماها رو تقسیم کردن به دو تا گروه. سرمایه داری این کار رو میکنه، ما رو تبدیل کردن به دو تا گروه، نه انسان، نه ایرانی، نه عرب یا امریکایی، بلکه انسان تبدیل شد به دو تا گروه. یه عده تولید کننده هن، یه عده مصرف کننده هن. سرمایه دارید انسانها رو اینجوری میبینه، هیچ چیزی دیگری در انسان نمیبینه. یه عده مصرف کننده هن، یه عده تولید کننده هن. تولید کننده باید تولید کنه، مصرف کننده باید مصرف کنه. برای اینکه تولید کننده تولید کنه باید آزاد باشه، هر جور که میخواد اون تولید رو انجام بده. لیبراله، آزاده. و از یعنی چی؟ یعنی بیاد مثلا توی روی این طبیعت کار کنه، ازش کالا درست کنه، هر جور که دوست داره. کسی نمیتونه بهش بگه تو چرا داری مثلا این جنگل رو میبری از چوبش فرض کنیم مبل میسازی. میگه به کسی مربوط نیست، من تولید کننده یا آزادم، به اینجا یه بازاره، به کسی هم مربوط نیست من دارم چه کار میکنم، وظیفه من تولید کردنه. و حالا چرا من تولید میکنم؟ برای اینکه من انسان به عنوان فرد یه منافعی دارم، من دارم در چارچوب منافع خودم این کار رو میکنم، و چون منافع خودم رو میخوام حد اکثر بکنم، منافع شما ها هم به طور مستقیم یا غیر مستقیم حد اکثر میشه. پس من تولید کننده رو نباید شما به هیچ وجه موظف بکنی چه کار بکنم چه کار نکنم، از طبیعت چجوری استفاده بکنم چجوری نکنم، چه تولید بکنم چه نکنم. هیچ کی نمیتونه اینو به من این فکر رو تحمیل کنه که باید چه تولید کنم، چگونه تولید کنم، برای کی تولید کنم، در کجا تولید کنم. و اصلا از این که اینو تولید میکنم ازش چه سودی میبرم یا نمیبرم، به هیچ کی مربوط نیست هیچ کدوم از اینا. این فقط به من تولید کننده، به من اون کسی که گفتم اون بخش از جامعه که سرمایه داره، حالا عرض فرض کنید، به اون مربوط میشه. طرف این ور میگه تو هم وظیفت این نیست که به من بگی چگونه تولید بکن، چرا تولید بکن، کجا تولید کن، چقدر تولید کن. تو وظیفت اینه که اون چیزی که تولید میکنم و اگر دوست داری و مورد نیاز تو بخری. تو وظیفت اینه که مصرف کنی، منم وظیفم اینه که تولید کنم. سرمایه داری عرض کردم انسانها رو به دو تا گروه، مصرف کننده و تولید کننده، تقسیم میکنه. و هر دوی این گروه ها سرمایه داری میگه منافع خودشونو دارن. همه هر دوی این گروه در چارچوب حد اکثر کردن منافعشون دارن کار میکنن. سرمایه دار تولید کننده داره تولید میکنه برای اینکه ازش سود میبره، و هرچی بیشتر سود ببره بهتر، برای اینکه طبیعت بشر میگه اینه که آزمنده، طمعکاره. و هیچ کی هم حق نداره بهش بگه تو چرا آزمندی، چرا تقاضا به طمعکاری، من کاری دارم نمی کنم، من دارم همون کار رو می کنم که خدا در من گذاشته، اون طبیعت من آزمندیم، حریص، از این حرفا. من بنابراین به عنوان تولید کننده یه وظیفه تولید دارم، و اما هدف من از تولید خود تولید نیست. هدف من از تولید حد اکثر کردن نفع منه، و چون نفع من جز از طریق تولید به اصطلاح به دست نمیاد، پس مجبورم تولید کنم، من مجبورم تولید کنم که نفع ببرم.
حالا بعدا هم عرض کردم که الان دیگه متاسفانه دیگه این تولید کننده اصطلاح اون سرمایه‌دار لازم نیست حتی تولید کنه نفعشو بالا کنه بالا ببره، میره پول میذاره تو بانک سودشو میگیره. این بانک ها تجار عرض کنم که زمین خارار عرض کنم که بورس بازا اینا تولید نمی کنن، باید با این حال سودشون رو میبرن هرچی هم بیشتر، در حالی که داستان اصلی سرمایه داری این نبود. سرمایه داری اصلی میگفت اصل تولیده، اصل سرمایه داریه که تولید میکنه که بهش میگفتن صنعتگر، نه تاجر و بانک و زمین خار، صنعتگر. و میگفتن این صنعتگر، میگن صنعتگر میگه من دارم صنعتگری میکنم، تولید میکنم و خب در چارچوب اون سودم میبرم و هرچی هم بیشتر بهتر، به تو هم مربوط نیست. و برای اینکه اون کارو بکنم هر جوری رو که از این منابعی که در دسترس منن استفاده میکنم اونم به تو مربوط نیست. من میخوام از جنگل ها همونجور که میخوام از منابع طبیعی از معادن و هر چیز دیگه باید استفاده کنم، این تولید رو بکنم. من در چارچوب منافع خودم اون کارو میکنم، من یه جوری این کارو میکنم که به نفع من باشه. حالا تو یک اون طرفی که مصرف کننده هستی هم وظیفت اینه مصرف بکنی. اما حالا مصرف کننده رو میگن چی؟ به مصرف کننده میگن خب تو هم منافع داری، منافع تو در چی تأمین میشه؟ اون منافعش در حد اکثر کردن سود تأمین میشه، یعنی تولید کننده. حالا توی مصرف کننده منافع در چی تأمین میشه؟ در مصرف تأمین میشه. تو هم باید حد اکثر مصرف داشته باشی، هرچی بیشتر مصرف کنی خوشحالتری، هرچی بیشتر مصرف کنی وضع بهتری داری. زندگی بهتر یعنی مصرف بهتر، زندگی بهتر یعنی مصرف بیشتر. پس تو میخوای، تو مصرف کننده باید خونه بکری، اونم مصرفه، ماشین باید داشته باشی، کالا باید داشته باشی، همه چیزی که هر چیزی که لازمه، هرچی بیشتر هم اینو داشته باشی، حالا یا خونه، 5 تا خونه داشته باش، 5 تا شهر ایران و در دنیا داشته باش، 10 تا اتومبیل داشته باش، نمیدونم چی میدونم 20 تا یخچال داشته باش، مهم نیست. اون چیزی که تو رو راضی میکنه اصله. توی مصرف کننده بنابراین باید به دنبال حد اکثر کردن مصرفت باشی، چون حد اکثر کردن مصرفت همون چیزیه که تو رو خوشحال میکنه. اونم تولید کننده باید حتی جایی که میتونه تولید کنه، چون اون افزایش تولید به افزایش سود منتهی میشه و افزایش سود به خوشحالیش. بنابراین خب جامعه بشر دو نوع آدم داره، مصرف کننده تولید کننده، هر کدومشون منافع خودشونه دارن، یکی تولید میکنه یکی مصرف میکنه، به هر دو در اون چارچوبه تولید و مصرف زندگیشون رو خوشحال میگن میدارن و میرن جلو و مشکل حل میشه. و خب این نظریه پشت سرش هم اونچه که عرض کردم اینه که این بشر چه مصرف کننده چه تولید کننده آزمنده، حریصه، طمعکاره. این فرض این تئوری نیولیبراله، نظریه نیولیبرال انسانها رو آزمند فرض میکنه، طمعکار فرض میکنه و یک انسانهایی فرض میکنه که فرق نمیکنه مصرف کننده باشه یا تولید کننده، به دنبال گسترش آزمندی و افزایش سود و در تحلیل نهایی افزایش شادی و خوشحالیشه، اونجوری خوشحال میشه. و یادتونم باشه هم مصرف کننده هم تولید کننده عرض کردم یه فرد در لیبرالیسم، این طرف یه فرده، یه کارفرماست، یه حسنیه، این برام یه حسینیه که مصرف میکنه. حسن و حسین میلیاردها حسن و حسین با هم تبدیل میشن، کاهش پیدا میکنن به مصرف کننده و تولید کننده. این داستان، ولی این طرف فرده،
بنابراین لیبرالیسم میاد میگه فرد اصله، تو باید فرد باید آزاد باشه. یعنی چی؟ یعنی اون فرد نباید به کسی نیروی کارشو بده کار باشه یا هر چیز دیگری رو، آزاده، هر کاری هم که میخواد باید بکنه بکنه، اینجا جنگله، اینجوری فرض کن اون بازار یه جنگله و فقط باید مثل توی جنگل باید یکی باشه به نام دولت که نذاره اینا توی این جنگل با هم دعوا کنن، مال هم دیگر رو بدزدن، تخطی بکنن و از این حرفا. دولت بنابراین میگه لازمه، ولی دولت فقط برای این لازمه که این نظم رو به اصطلاح درست کنه، نذاره دعوا بشه، نذاره دزدی بشه، دغلبازی بشه، نذاره کسی مال یکی دیگر رو ببره. حالا وقتی که میگیم نذاره مال یکی دیگر رو ببره، اینجا مال دیگر خودش یه فرضه، یعنی در لیبرالیسم و سرمایه داری یکی دیگه از اصول اساسی مالکیت خصوصیه، فرد مالکیت خصوصی و آزادی این فرد و آزادی اون مالکیت خصوصی، و بعد این فرد حالا مالکیت خصوصی داره، آزاده یا مصرف کننده است یا تولید کننده. و اما این مالکیت خصوصی چجوریه داستانش؟ مثلا شما فرض کنید بخش مصرف کننده، مصرف کننده مالکیت خصوصی چیه؟ خب میتونه خونش باشه، اتومبیلش باشه و از این حرفا. و اما یه عده‌ای هم هستن که میدونیم ممکنه خونه نداشته باشن، اتومبیل هم نداشته باشن، بقول خودمون از زیر این سقف آسمون یه دونه ستاره هم ندارن. خب این ولی این یه چیز داره، همونی که بقول ما یه ستاره هم تو از این آسمون میلیارد ستاره نداره، اما این آدم یه چیز داره، اون چیه؟ نیروی کارشه. یه فرده، یه بازو داره، یک کله داره، چشم و گوش و دهن و اینا داره، یه انسانه و این انسان آزاده. این فرد مثلا یه طبقه کارگر، یه اون آدمی که هیچی نداره، با این وجود یک چیز داره و اون خودشه، نیروی کارشه. اون نیروی کارش از دید این سرمایه دار میشه مالکیت خصوصیش. و اما خب همه مصرف کننده ها فقط این نیستن که کارگر باشن که میلیاردر هم توشون هست، یه عده‌شون هم از همین مصرف کننده اون برهم هستن که تولید کننده هن. حالا تولید کننده مالکیت خصوصیش چیه؟ خب مالکیت خصوصی یه تولید کننده تمام ابزارهایی که با اون میتونه تولید کنه، از سرمایش گرفته تا ماشدالاتش تا زمینش تا کارخونش و هر و تولیداتی که میکنه. اینجا مالکیت خصوصی دیگه فقط کار این آدم به نام تولید کننده نیست، این تولید کننده همون مالکیت خصوصی رو که فقیر بی ستاره داره، یعنی کار، یعنی نیروی کار، اونم داره. اما اون تولید کننده، اون سرمایه دار، اون کارفرما به اصطلاح، ورای اون نیروی کارش تا بخوای مالکیت خصوصی داره. حالا مثل اون بغ میکنه خونه و همه که نهیچی ماشینش اینا، از همه مهمتر اون چیزی که اون داره و طبقه کارگر و اون داره و طبقه مصرف کننده نداره، ابزارهای تولیده، از خود سرمایه بگیر، یعنی از اون پول بگیر تا به ماشین آلاتش تا به اون چیزایی رو که با اون میتونه بخره، حتی کارگر، یعنی تولید کننده یکی از اون ابزارهای تولیدش خود کارگره، اون ماشین آلاته، اون مواد اولیه است،
اون کارخونه است، اون ساختمونیه که اون زمینیه که ساختمون کارخونه روشه و خیلی چیزای دیگه. یعنی اون تولید کننده نگاهش به اون دیگران اینه که بخشی از اونا که براش کار میکنند عملا مالکیت خصوصیشه. بنده بهت با این تفاوت که اون مالکیت خصوصی رو به عنوان نیروی کار میخره، به من $10 میده یک ساعت کار کنم، در اون $10 یک ساعت من اجیرش میشم، من مزدورش میشم، من بردش میشم، من کارگرش میشم، فرق نمی کنه. برای اون پولی که به من میده برای اون مدت کار. ولی خب در همین حالم من فرقم وقتی که با یک کارخونه دار کار میکنم با فرقم با یه نفر که مثلا زمین داره زمان فیودالیته یا بردهداری اینه که این کارخونه دار نمیتونه منو بکشه، نمیتونه من بگه تو از اینجا هیچ جا حق نداری بری، چون من آزادم، آزادم که این نیروی کارمو به هر کی که بخوام بفروشم. ولی یادتون باشه تا اونجا آزادی، یعنی آزاد نیستی که نیروی کارتو نفروشی، چون اگه نیروی کارتو نفروشی از گرسنگی میمیری. ولی دو تا چهار تاست سرمایه داری. بنابراین دیدگاش از انسان اینه. به حالا من بیارم طبیعت رو توش بیارم. خب این دیدگاه لیبراله. این دیدگاه لیبرال وقتی شروع شد خب به دنیای گل بلبلی داشتیم، تا بخوای آب و رودخونه و جنگل و چمن و همه چی بود. و ما یواش یواش این سرمایه‌داری هرچی بیشتر تولید کرد و تولید انبوه کرد و میلیاردها تولیدات وارد میدون کرد، به همون اندازه روی این محیط شروع کرد به تخریب. برای اینکه همون چی که عرض کردم، تولید یه طرفش نیروی کاره، یه طرفش اون طبیعته. یه اتومبیل شامل نیروی کاریه که انسان‌ها روش گذاشتن و اون طبیعتی که رفته توی بدنه این اتومبیل، از رنگ و پلاستیک شد تا چی میدونم آهن پارش و فولادش و همه چیزش. اما مثل شهر تهرانت فرق نمیکنه، مثل یخچالت. ما هرچی بیشتر اینا رو تولید کردیم، یعنی هرچی بیشتر از طبیعت کشیدیم بیرون، آوردیم گذاشتیم توی اتومبیل، اومدیم توی یخچال، آوردیم تو همه چیزهای دیگه میلیاردها چیز. خب یواش یواش اون طبیعت رو کم کردیم، منابع کم شد، آب کم شد، معادن کم شد، همینجور یواش یواش طبیعت به کاهش رفت، به کاهش رفت. و اون طبیعت طبیعی که خدا آفریده بود هرچی یواش یواش کم شد، این طبیعتی که بشر آفریده بود بیشتر شد. یه وقتی بود که طبیعت خدا از طبیعتی که بشر آفریده بود بزرگتر و بیشتر بود. یواش یواش به یک جای رسیدیم که طبیعتی رو که بشر با استفاده از نیروی کارش از طبیعت خدا آفرید بیشتر و بزرگتر شد. یعنی به طور نسبی، تاریخی نسبی، مثلا شما برگردی به 200 سال پیش، شما این همه کلان شهر تو دنیا نداری، شهرهایی که 30 میلیون جمعیت توشونه، مثل دهلی و شانگهای و توکیو و مکزیکو سیتی و تاپالو و غیره و اینا، یعنی شوخی نداره. خب این باعث شد که یواش یواش او طبیعت صدمه ببینه. این در همین حال باعث آگاهی انسانها شد. هم تولید کننده هم مصرف کننده یک جایی اومدن، اوائل قرن بود، که گفتن آقا ما داریم چه کار میکنیم، ما داریم چه کار میکنیم، ما هی داریم تو سر این طبیعت میزنیم برای افزایش مصرف و شادی خودمون و افزایش بهره و سود
سرمایه‌دار و شادیش و هر چیزش. خب این غیر ممکنه، این اینجوری نمیتونه ادامه پیدا کنه. در واقع همین جا بود که اصلا فکر اقتصاد به عنوان یک علم اختراع شد. یادتون باشه علم اقتصاد علم به اصطلاح تخصیص منابع محدود بین خواستهای غیر محدود بشر آزمند. خواستا و نیازاش غیر محدوده. تو به من یه ماشین بده، من یکی دیگه میخوام. یه هواپیما بده، یه هواپیما بخوام. چهار تا خونه بده، پنج تا بیشتر میخوام. خواستا غیر محدوده، ولی منابعی که اونجا خدا آفریده در تحلیل نهایی محدوده. خب بنابراین باید بین این خواستای نامحدود و اون منابع محدود یه مدیریتی انجام بشه، یه تخصیص منابعی بشه. این همون چیزی که علم اقتصاد هستش. یعنی این آدمایی که اومدن در واقع بحث اقتصاد سرمایه‌داری رو مطرح کردن و در اون موقع براشون مهم نبود که اصلا یک چیزی به نام نامحدود این بره، محدود اون بره، میتونن آزاد هر چیزی که بازار تصمیم بگیره، هر چیزی که مصرف کننده میخواد، هر چیزی که تولید کننده میخواد، به هیچ کی مربوط نیست. هر جور که میخوان از هر چیزی، از انسان یا از طبیعت استفاده کنن، به کسی مربوط نیست. فقط به اون دولت هم باید بیاد که مدیریت کنه که کسی تخطی به اموال یا جان مال یکی دیگه نکنه. بقیهش دیگه به بازار مربوطه، به هیچ که دیگه مربوط نیست، من جمله دولت. به هیچ که دیگه مربوط نیست جز یک جامعه، فرق نمی کنه شهردار، فرماندار، استاندار، به هیچ که مربوط نیست، فقط مربوط میشه به بازار. مصرف کننده عاقل آزمند کار خودشو میکنه، تولید کننده عاقل آزمند کار خودشو میکنه. حالا چه اتفاقی این وسط میفته؟ بذار بیفته. فقط یک چیزی مهمه این وسط بیفته که از دید سرمایه داری حتما میفته، با اینه که مصرف کننده هرچی بیشتر مصرف میکنه و خوشحال میشه و تولید کننده هم هرچی بیشتر تولید میکنه و سود بیشتری میبره و خوشحال میشه. این اصله. این هم یک جامعه خوبه. یک جامعه خوب یعنی این، من تولید کننده هرچی بیشتر تولید کنم و سود ببرم و خوشحال بشم، توی مصرف کننده هرچی مصرف کنی و ازش هم خوشحال بشی. و البته برای اینکه مصرف کنی باید درآمد هم داشته باشی، و برای اینکه درآمد داشته باشی اگر چیز نداری، از اون مالکیت خصوصی نداری، باید بری کار بکنی. پس برای این کار باید بکنی که بتونی درآمد داشته باشی بری مصرف کنی. یاد باشه درآمد دو تا منبع داره، یا که از مالکیت خصوصیت میاد، خونه تو اجاره دادی، یا بانکت داره پول میسازه برات، یا اینکه خودت جون میکنی میری تو کارخونه کار میکنی، تو یه شاپی کار میکنی، تو یه دکونی کار میکنی، پول در میاری، چون چه چیز دیگه نداری ازش در بیاری. به هر حال این داستانه، این دو تا. حالا عرض کردم که در یه جایی همین سرمایه‌داری به این نتیجه رسید که این اصلا این فرمول خودکشیه، تو نمیتونی همینجوری اینو رها کنی. این طبیعت داره از بین میره، داره هر روز داره کم میشه و یه چیزایی داره اضافه میشه به مصرف ما که لزوماً خوشحالمون هم نمیکنه. یک چیزی رو به ما تحمیل کردن که به نام ادورتایزینگ، مثلا مارکتینگ یا بازاریابی یا چی میدونم آگهی تجاری و غیره، که میاد میگه آقا مثلا این اتومبیل از اون اتومبیل بهتره، پس برو اون یکی رو بخر، این یخچال تازه اومده از اون بهتره، برو اونو بخر. همینجور نامحدود به ما دارن میگن باید چیکار بکنی. خب دیدن اینجوری نمیشه، اومدن یک چیزی رو به وجود آوردن به نام
به اصطلاح نگرانی های محیط زیست انوایرمنتالیسم. یه عده اومدن نظریه های مهم انوایرمنتال مطرح کردن، گفتن نه خیر، محیط زیست رو باید ما حفاظت ازش بکنیم. کشورها اومدن سازمان های محیط زیست درست کردن و گفتن که بازار هر کاری بکنه، ولی ما در تحلیل نهایی جلوی بازار، مصرف کننده و تولید کننده رو باید بگیریم و نذاریم این محیط خراب بشه. خب دولت اومد یواش یواش این سازمان ها رو درست کرد، خودش هم شروع کرد به مدیریت این محیط. یاد باشه محیط با مدیریت محیط زیست یه چیزی جدیدیه، شاید 70 سال بیشتر سن نداره، اوائل قرن شروع شد تا رسیدیم به 1980 و اینا که یک دفعه یک جریان دیگه ای اومد وسط. آدمی به نام تاچرز اومد و آقای ریگان اومد و یک نیروی جدید بسیار خشن اگرسیو سرمایه طرفدار سرمایه داری اصل اومد وسط، گفت که اصلا این مسخره بازی ها چیه؟ محیط زیست یعنی چی؟ اصلا این سازمان های محیط زیست چیه؟ به دولت چه ربطی داره؟ تو این کار دخالت میکنه؟ این سرمایه‌داری فقط بازار میشناسه، تو بازار هم فقط ما به اصطلاح مصرف کننده و تولید کننده میشناسیم که هر دوشون آزادن، که درش مالکیت خصوصی، رقابت، همه چیز آزاده و این بازار تصمیم میگیره که چه اتفاقی باید برای محیط زیست بیفته. به شماها چه؟ به شماهایی که محیط زیستی هستید، به شماهایی که دولت هستید، به شما که سازمان محیط زیست رو اداره میکنید، به شماها مربوط نیست. این جریان یک دفعه دوباره اومد یک حمله شدیدی کرد علیه دخالت دولت، نه فقط در اقتصاد و یا در زندگی اجتماعی مردم، آموزش مردم، بهداشت مردم، نمیدونم مسکن مردم، تفریح مردم، کار مردم، اومد سر محیط زیستم شروع کرد به دعوا کردن. گفت اصلا دولت کاری نیست، به دولت چی که کسی بی سواده یا نیست، به دولت چی که کسی عرض کنم که چیز داره، عرض کنم سلامتیش درسته یا نه، بیمارستان داره یا نه، به دولت چی که خونه دارن مردم یا نه، به دولت چی که مردم تفریح دارن یا چی، به دولت چی که در محیط زیستشون داره خراب میشه، به اجتماع چی. این اصلا ما همچی چیزی نداریم. خانم تاچرز اومد گفت ما چیزی بنام اصلا اجتماع نداریم. تاچرز یکی از حرفای مهمش هم بود، گفت ما چیزی بنام اجتماع نداریم، همش فرده، ما فقط تنها چیزی رو که میشناسیم فرده. ما اصلا این دهکده رو که دو آدم هم که با هم ممکنه منافعی داشته باشن رو نمیشناسیم. ما اون دهکده رو 20 نفر آدم یا 30 نفر آدم میشناسیم که هر کدومشون ساز خودشونو میزنن. این شهر ما اینو به من جامعه نمیشناسیم. این جامعه، این فرد 10 میلیون آدم هم که هر کدومشون ساز خودشونو میزنن و حق دارن ساز خودشونو بزنن. به شهردار چی که بیاد دخالت بکنه که باید چه کار کرد؟ خود بازار در شرط این کار رو انجام میده. سپلای اند من، عرضه و تقاضا. تقاضا یعنی مصرف کننده، عرضه هم یعنی اون تولید کننده. اومد این جریان به نام نیو لیبرالیسم معروفه، یعنی برگشتن لیبرالیسم اصلی حالا در یه فرم دیگری. حالا در چه فرمی؟ در یه فرمی که میخواد دوباره بیاد همون لیبرالیسمو در واقع توجیه کنه در وضعیت و شرایطی رو که اون لیبرالیسم درست کرده و مشکل ایجاد کرده. خب لیبرالیسم یواش یواش همونجوری که عرض کردم باعث شد که دولت‌ها دخالت بکنن توی اقتصاد، توی بازار، توی محیط زیست و اینا. نیو لیبرالیسم اومد گفت که نه، دولت نباید دخالت بکنه. اما نیو لیبرالیست ها یه مشکلی داشتن و مشکل این بود که در اون مدتی که غایب بودن، در اون 20-30 سالی که غایب بودن، دولتی شکل گرفته بود، دولت ها بزرگ شده بودن، دولت ها هرچی بیشتر داشتن کنترل میکردن بازار رو، دولت ها هرچی بیشتر داشتن محیط زیست رو کنترل میکردن،
دولت ها هرچی بیشتر داشتن تو امور آموزشی و بهداشت و مسکن و اینا دخالت میکردن و داشتن کار میکردن روش. خب اینا دیدن که خب اینکه نمیشه که تو دولت رو میخوای چجوری از بین ببری، اومدن یه کلخ زدن نیو لیبرال ها، گفتن نه لازم نیست دولت رو ما کنار بزنیم، ما به همین دولت میگیم که این نیو لیبرالیسم رو ایجاد کنه، به همین دولت میگیم که حالا اون موقع 300 سال پیش سرمایه دارا اومدن نیو لیبرالیسم درست کردن، تو حالا دولت بیا نیو لیبرالیسم درست کن. 300 سال پیش سرمایه دار، اون صنعتگر، اون بانکدار، اون تاجر اومد لیبرالیسم رو درست کرد، همون نظریه‌ای که عرض کردم. حالا ما گرفتار توی دولت شدیم، حالا تو باید بیای این همون کاری که اونا کردن رو خود دولت بکنه، یعنی دولت بیاد اون لیبرالیسم رو دوباره زنده کنه و اسمشو گذاشتن نیو لیبرالیسم، لیبرالیسم جدید. یعنی لیبرالیسم جدید لیبرالیسم قدیمه به اضافه دولت، لیبرالیسم جدید همون لیبرالیسم قدیمه به اضافه دولت، اما نه دولتی که دخالت میکنه در این کارهای بازار، دولتی که دخالت میکنه در جهت عکس، یعنی دولتی رو اینجا میاد دولتی رو مطرح میکنه که خودش همون کار رو میکنه که سرمایه‌دار 300 سال پیش کرد، یعنی میاد خودشو یواش یواش کوچک میکنه، به دولت میاد میگه برو خودت خصوصی سازی کن، برو مولد سازی کن، بهش بگو خودتو یواش یواش پاتو از محیط زیست بکش بیرون، یواش یواش بخش آموزشو بده به بخش خصوصی، نمیدونم بیمارستان ها رو بده برگردون به بخش خصوصی، خونه ها رو بده به اون ور. یعنی دولت خودش رو میاد میفروشه، خودش رو کوچک میکنه و از این طریق یه جریان لیبرالی درست میکنه که مثلا از همون نوع قبلی 300 سال پیش هستش، با این تفاوت که حالا خب شرایط دیگه ای داره. نیو لیبرالیسم بنابراین همون اینه که تو اون لیبرالیسم ما بیار در یه شرایط امروزی که دولت صاحب خیلی چیزا هست و مشکلات امنیتی و نمیدونم محیط زیستی و اینا وجود داره، ولی توی دولت بیا با دست خودت خودتو کوچک کن، بخش خصوصی رو عمده کن، این مسئولیت ها رو بده به اون. خب حالا متاسفانه این نیو لیبرال ها خیلی انظر ایدئولوژی قوی بودن، علت و قدرتشون هم یکی اینکه خب یه سابقه اونجا بود، از اون بدتر سوسیالیسم موجود در روسیه شکست خورده بود، یواش یواش تو دهه 80 وقتی که ریگان و تاچرز اومدن شوروی هم اکنون دچار دردسر بود، کشورهای دیگه مثل چین تازه هنوز فقیر بودن، خیلی چیزی نداشتن عرضه کنن و دنیا دست سرمایه‌داری ها بود و اومدن رفتن هم به کشورهای توسعه یافته و در کشورهایی که در حال توسعه بودن به دولت ها گفتن یا علی مدد برو طرف خصوصی سازی، مولد سازی در همه زمینه ها، معادنت بانکات، عرض کنم که مدارست، دانشگاهات، چی میدونم بیمارستانهات، هر جایی که میتونی خودتو بکش کنار، اینا رو بده به اونور. خب در مورد ایران این بیماری نیو لیبرال از زمان شاه شروع شده بود، یواش یواش، ولی اون موقع ما هنوز بیماریمون به اون معنای نیو لیبرال نبود، لیبرال بود تا حدودی، با این لیبرالی بود که دولت هم درش بزرگ شده بود، یعنی سیستم شاه مثلا یه سرمایه‌داری لیبرالی بود با
این که درش دولت قدرت پیدا کرده بود، اون چی که عرض کردم دولت در این روندی در همه دنیا قدرت پیدا کرده بود. بعد با جمهوری اسلامی متاسفانه نیولیبرالیسم بعد از یک مدت چند سالی و بعد از جنگ یواش یواش برگشت. یعنی وقتی که دهه 80 تاچر و ریگان در امریکا و انگلستان پیدا شدن، در ایران هم آقای هاشمی رفسنجانی پیدا شد. یک دفعه جریان رو بردن به طرف نیولیبرال، به دولت گفتن مثلا به تو مربوط نیست که محیط زیست رو اداره کنی، به تو مربوط نیست که مسائل آب و آبیاری رو مدیریت کنی، به تو مربوط نیست که بیمارستان ها رو، بانک ها رو عرض کنم که هم چیزهای دیگه، خصوصی سازی، خصوصی سازی. حالا ما میدونیم که خصوصی سازی در ایران به چه معنا بود. هرچی بود یه همچی اتفاقی پیش اومد، این فکر پیش اومد و نیولیبرالیسم ایران شکل گرفت. دانشگاه ها استادای ما شروع کردن به تدریس نیولیبرال، دولت خودش شروع کرد به سیاست های نیولیبرال، جوان های ما رو نیولیبرال کردن و کار به یه جایی رسید که امروز بهش رسیدیم، که چیزی که داریم یه ایده به نام نیولیبرال که در هم در دولت، هم در دانشگاه ها و هم در خیابون های مردم، اما چیزی که نداریم زندگیه. خیلی صادقانه، صمیمانه، ما یه چیزی به نام نیولیبرالیسم گرفتیم، زندگی از دست دادیم. ما آموزش از دست دادیم، بهداشت از دست دادیم، مسکن از دست دادیم، تفریح از دست دادیم، محیط زیست از دست دادیم، ولی نیولیبرالیسم گرفتیم. دانشگاه های ما آدم های نیولیبرال تربیت کردن، جوان ها نیولیبرال شدن و یک چیز، یک آرمانگرایی و یک ایدئالیسم خیلی احمقانه ای که بله ما میخواییم بشیم امریکا و اروپا. حالا در حالی که یواش یواش اروپا و امریکا دارن میرن اونور، همین امروز دولت آقای بایدن داره میگه ما آقا نیولیبرالیسم دشمن ماست، برگشته به یک جریان دیگری در رابطه با حفاظت از محیط زیست یا بازار یا مردم. نگاه کنید تو اروپا رو، نگاه کنید ببینید چه جوری دارن عمل کنن. یه عده شارلاتان نیولیبرال به شما میگن که دنیا داره به طرف نیولیبرالیسم و سرمایه‌داری نمیدونم خصوصی و بی در و پیکر و بازار میره. دروغ، 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 شارلاتانیسم. دنیا داره به طرف هر چی بیشتر دولتی شدن میره. در امریکا الان بودجه دولت امریکا از تولید ناخالص ملیش بیشتر حتی کسری داره. کسری بودجه دولت امریکا از مصرف، از بودجه دفاعش بیشتر شده. یعنی دولت بزرگ شده. وقتی کسری بودجه یعنی دولت بزرگ، دولت رفاه، دولتی که الان دیگه در همه جا دست انداخته، تو محیط زیستش، در بازارش، همه جا. اصلا چیزی به نام لیبرال نداریم یا نیو لیبرال نداریم. یا ده شارلاتان به تو اینا رو میگن. برای همین هم آدمی مثلا امیر احمدی رو اجازه نمیدن تو رادیو تلویزیون ایران حرف بزنه. یا ده شارلاتان میارن که به هم دیگه تبریک میگن برای نیو لیبرال. همشون نیو لیبرالن. توی رادیو تلویزیون های جمهوری اسلامی هر کی رو که میبینی در مورد اقتصاد حرف میزنه حتما 100% نیو لیبراله. چند نفر دیدی غیر نیو لیبرال اونجا بیاد؟ یه دو آدم هم میارن بی سواد، مثل از این انقلابی های قبلی که اصلا نمیدونن اصلا نه لیبرالیسم میفهمن نه نیو لیبرالیسم و نه اصلا سرمایه داری رو، در چارچوب اقتصاد اسلامی و اینا یه چیزایی هم سرهم میکنن. خب معلومه که میبازن میرن دنبال کارشون. نکته ای که من دارم اینه که متاسفانه ما یه وضعیتی ایجاد کردیم برای خودمون که توش موندیم. حالا این نیولیبرالیسم ایران چی کار کرده برای محیط زیست؟ ببین گفته یواش یواش اومد گفت به دولت مربوط نیست دیگه. نه فقط به دولت مربوط نیست، آموزش آزادی و لیبرالیسم و فردگرایی رو
به خصوصی سازی و اینا رو تو جامعه برد. خب یعنی یواش یواش جامعه رو هر چی بیشتر طماع، حریص و بالاخره فاسد کرد. دفعه قبل عرض کردم اون چی که باعث بدبختی محیط زیست ایرانه رشوه‌خواریه، فساده و اون مدیریت غلطیه در دولت که اساس فکرش نیولیبراله. اون چی که اقتصاد ما را از بین برده، زندگی مردم را از بین برده، معیشتشون را به اینجا رسونده، همون تفکر نیولیبرالیه که در دولت، در دانشگاه ها و در جوان ها و مردم ما تو خیابون ها شکل گرفته. با دست خودمون تیشه رو به ریشه خودمون زدیم. حالا تازه اینا هنوزم راضی نیستن. این آقایون، حالا اسم نمیبرم چون زیاد از اینا اسم بردم، هی میان توی رادیو تلویزیون میگن باید بیشتر خصوصی سازی بشه، باید بخش بازار باید بیشتر باشه، کنترل ها باید برداشته بشه، اصلا قانون و نمیدونم مقررات یعنی چی. اینا همشون دست پاگیرن، بذار هر چی بازار میکنه بکنه. نتیجهش همین شده که یه عده یه چند درصدی میلیارد 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 میدوزن و میخورن و میبرن، از کشور خارج میکنن، 60 درصد زیر خط فقرن، یه عده میبسط دارن جون میکنن. ولی بازم اینا هنوزم راضی نیستن، اینا هنوزم راضی نیستن، میگن کافی نیست. توی جامعه امریکا 5% 65% دارایی های امریکا را صاحبه. در دنیا 300 نفر به اندازه 3 میلیارد نفر ثروت دارن. 300 نفر به اندازه 3 میلیارد. یعنی از اون 8-7 خورده میلیارد، یعنی نصف، یعنی 300 نفر نصف دنیا رو، بندازی نصف دنیا دارن. خوب دقت کنید، اینا محصول همین لیبرالیزم و نیولیبرالیزم و سرمایه داریه. عزیزان من، اینا رو خدا به اینا نداد، اینا رو اینا بازار به اینا داد، اون تفکر به اینا داد. در خود ایران ما او چند درصدی که میگیم میلیارد میلیارد داره رو خدا به اینا داد؟ نه، همین بازار به اینا داد. کدوم بازار؟ بازاری که یه طرفش مصرف کننده و تولید کننده بود، که بخشش یه بخشش بود، یه بخشش بانک و نمیدونم تاجر و چه میدونم همه چیزی دیگه ای که کار میکردن، به بخشی کشن دولت بود. در ایران هم دولت، هم دانشگاه، هم مردم تو خیابون، هم اینا همشون همون تفکر رو پیش بردن که پیش بردن، نیولیبرالیسم، به این نتیجه رو گرفتن. حالا جمهوری اسلامی میخواد با همون تفکر مثلا توسعه ایجاد کنه؟ غیر ممکنه. آقایون، خانما، بیدار شید بابا. این حرف 2 ضرب در 2 = 4ه. 2 ضرب در 2 = 4ه. نمیتونی 2 ضرب در 2 = 5 بکنی. تو با نیولیبرالیزم که در ایران حاکمه به هیچ وجه نمیتونی معیشت مردم رو درست کنی. استغفرالله، خدا هم بیاد زمین با اون تفکر نمیتونه، امام زمان هم بیاد با این تفکر نمیتونه. شما گاهی اشتباه میگیرید کره جنوبی را، ترکیه را و مالزی را و جاهای دیگه مقایسه های احمقانه میکنید. من بارها و بارها این حرف زدم، گفتم تو کره جنوبی در تمام 45-50 سال گذشته برنامه ریزی کرده، بر اساس برنامه ریزی 7 ساله جلو رفته. دولت بود که تمام این شرکت های بزرگ رو ساخت. در چین یک نفر میگفت، حالا دوباره نمیخوام اسم ببرم، شارلاتان اومده بود به مردم ایران میگفت 80% اقتصاد چین خصوصیه. شارلاتان، 80% اقتصاد چین دولتیه. آقا
استاد چرا به مردم ایران به جوانهای ما دروغ میگی؟ استادم هستی، یه عده‌ام فکر میکنن تو واقعا استادی، ولی چرا نمیان منو بذارن در جلوی اون؟ برای اینکه دولت هم همونو میخواد به مردم بگه، دولت جمهوری اسلامی هم میخواد به مردم بگه اگر چین موفق بوده برای اینکه 80%شو بخش خصوصی کرده. نمیاد بگه نه خیر، این دولت بود در چین از یک کشور تریاکی یک ابرقدرت ساخته، این کشور بود که در روسیه عقب مانده ترین کشور اروپای شرقی یک ابرقدرت ساخت. اینا رو به تو نمیگن، اینا فقط شکستا رو میگن. مهم هم نیست که اصلا روسیه از کجا اومد، چین از کجا اومد، به تو نمیگن که اروپا دنیا رو خورد، کلونیالیسم استعمار که اینجوری شد. نمیگن به تو لیبراله، اون کانت، اون هگل، اون فلانه. ماشاءالله اینا هم آدم های عجیب و غریبی هن. و اگر ما هم اونجوری بشیم و اینا رو نقل قول کنیم و اونا رو دنبال کنیم، خودمون هم دیگه همون میشیم. خب این همون یواش یواش میرسیم بالاخره. بعد الان چیکار کنیم؟ بریم نیو لیبرال بشیم؟ برای اینکه الان اون متفکرین اقتصادی دارن نیو لیبرالی فکر میکنن. به هر حال من این حرفا رو زیاد زدم. نکته که من دارم عزیزان من، محیط زیست ایران قربانی یک بدآموزی نیو لیبرالیه. بدآموزی نیرولیبرالی چیه؟ میگه که در یک جامعه هم محیط زیستش، هم اقتصادش، هم مسائل اجتماعیش بهتر میشه، بهتر مدیریت میشه اگر دولت بذاره بره و مردم هم به طور اجتماعی مجموع جمع کاری نکنن، همه تمام این جریان ها رو بدن در اختیار بازار و بازار از طریق به اصطلاح معادلات و معاملات بین عرضه و تقاضا یا مصرف کننده و تولید کننده همه چیزا رو حل میکنه. شما خوب نگاه کنید، اول انقلاب، زمان شاه و بعد از اون تا سالها یک سازمان محیط زیست خیلی قدرتمندی تو ایران بود. بعد اومدن این سازمان محیط زیست رو دادن یکی دستی یه نفر که اصلا الفبای محیط زیست رو نمیدونست، یه خانومی. ببین برای چی؟ برای این که اصلا اعتقادی به دولت از همون اولش اعتقادی به این مدیریت محیط زیست نداشت. الان هم نداره. اگر هم دنبال اینه که مدیریت آب بکنه، سد بسازه، رودخونه رو تمیز کنه، میدونی برای چیه؟ برای اینکه فکر میکنه اگر غیر از این بکنه نظام از چیز میشه، ساقط میشه. برای حفظ نظام یه سری کارهای انجام میده. مثلا برای حفظ نظام اومدن کشاورزی رو کردن عمده و بعد گفتن باید این خودکفا بشه و بعدا تا تونستن سد زدن و فلان و این ورها این بر اون بر، خب کشاورزی رو ما باید خودکفا بکنیم. بعدم یواش یواش برای حفظ نظام باید تو چیز تولید کنی، ارز خارجی تولید کنی، برای اینم باید بری کالاهایی رو تولید کنی تو کشاورزی مثل هندونه و غیره که 10 برابر وزنشون آب میبرن، بعد بیشتر بعضی هاشون که بعد از اونو برداری بفروشی پول بگیری بیاری. ببین نیولیبرال یعنی این. نیولیبرال به اون پول فکر میکنه، به اون ارز فکر میکنه، نه به این فکر میکنه که تو چجوری باید این کشور رو اداره کنی که اولا مردمت معیشتشون درست بشه، محیط زیست تأمین بشه و توسعه پیدا بکنه. به اینجوری اصلا فکر نمیکنن اینا. اصلا کلمه توسعه در مذهب نیولیبرال وجود نداره. نیولیبرال ها اعتقادی به چیزی به نام توسعه ندارن. چرا ندارن؟ برای که توسعه مفهومیه که با بزرگ شدن و مدیریت دولت
شکل گرفت. توسعه بدون دولت معنی نداره. میگن در ایران کسی جرأت نداره کلمه توسعه رو پیش ببره، باید بگه پیشرفت. میدونی برای چی؟ برای که در توسعه مدیریت دولت عمده میشه. کلمه توسعه وقتی ایجاد شد که دولت اومد شروع کرد به مدیریت در اقتصاد. قبل از اون اصلا کلمه به نام توسعه وجود نداریم. یه عده از این بی‌سوادهای اقتصادی من دیدم، اینا فکر میکنن توسعه تا بخوای وجود داشته. نه خیر، توسعه یه مفهومیه که از دهه 40 و 30 درست شد و در دهه 50 عمده شد. اصلا قبل از اون چیزی به نام توسعه نداشتیم. اصلا ما اقتصاد توسعه نداشتیم در دهه 30 یا 40. اصلا در چارچوب نیو لیبرالیزم یا لیبرالیزم مفهوم توسعه نمیتونه وجود داشته باشه. خب بیدلیل هم نیست که جمهوری اسلامی بالاخره به یه جایی رسید که کلن توسعه رو گذاشت کنار. بودجه کشور الان دیگه همش بودجه های جاریه، مثلا توسعه دیگه چیز مهمی نیست. بالاخره یه بودجه یه باید ذره مصرف این بشه، مصرف این اون بشه و میشه دیگه. این آموزش غلط از طرف نیو لیبرال ها، خب من گفتم بحث لیبرال رو گذاشتم جدا، این نیو لیبرال ها همون لیبرال ها در یک کفن جدید او یک چیزی داشت، او یه چیزی داشت، حالا کفنش سبز زرد بود یا قرمز بود، حالا یه چیز سبز بهش پوشوندن. ولی واقعا هم همونه. این نیو لیبرال ها الان افتادن به جون مردم ایران، به جون کشور ما، به جون حکومت ما، به جون همه ما، و دارن از بین میبرن کشور را. عزیزان من، یا نیو لیبرال ها از بین میرن یا کشور از بین میره. امیر احمدی، دوباره تکرار کنم، یا کشور از بین میره یا باید نیو لیبرال ها برن. با نیو لیبرال ها کشور از بین میره. یا کشور نگه داری میخوای توسعه بکنی، نیو لیبرال ها نباید اونجا باشن. فرهنگ آموزشی ما باید عوض شه، درون دانشگاه ها، مدارس، درون دولت، درون مردم، درون هر جایی باید این تفکر عوض شه که نیولیبرالیسم میتونه مثلا محیط زیست ایران نجات بده، که میتونه بخش آموزش ما رو بهتر کنه، پرورش ما رو بهتر کنه، بهداشت ما رو و کوفت و زهر ما رو. هرچی هم که جمهوری اسلامی به دست آورد در مورد بهداشت و آموزش و اینا، قبل از این اتفاق افتاد که حکومت بغلطه توی چاه نیولیبرال. همون 10 سال اول انقلاب جمهوری اسلامی به اندازه 40 سال بعد از انقلاب کار کرد در بخش آموزش و بهداشت و مسکن و جاهای دیگه. برید نگاه کنید، کار نکرده دیگه. بعد از اون 10 سال اول، 15 سال اول بود که همه چی اتفاق افتاد. بعدم یواش یواش کشور افتاد توی به اصطلاح دامن و تله نیو لیبرال ها، و هرچی بیشتر همه این بخشای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و محیطی ایران از بین رفت، یا حداقل اگرم از بین نرفته شدیداً در جهت کاهشه. مدیریت آب ایران قبل از هر چیزی عزیزان من، همونجوری که دفعه قبل عرض کردم، با آموزش نیاز داره. من دفعه قبلم عرض کردم، اینجا دوباره تکرار کنم، عرض کردم ما برای اینکه محیط زیستمون رو بهتر کنیم، آبمون رو بیشتر مدیریتش رو بهتر کنیم، باید یک جریانی پیش ببریم که این جریان از یه طرفش میره به سوی چی عرض کردم، به طرف آموزش، آدم درست کردن، آموزشی که از نیولیبرال دور میشه. آدم درست بکن، دولت رو بیار وسط، دولت اقتدار قدرتمند تنبیه و تشویق بکنه، نه اینکه دولتی که ول کرده همینجور دارن رشوه میگیرن، چاه میزنن، طرف مدیر کل یا چه میدونم ما مسئول اینه که یه منطقه تو چاه عمیق زده نشه،
میره اونجا، میره سر باغش، میگه تو نمیتونی چاق عمیق بزنی؟ طرف میگه آقا این 10 میلیون تومان برو گروتو گم کن. میره چاشا میزنه. رشوه رو کردن یه فرهنگ. رشوه اساس نیولیبرالیزمه، رشوه فکر نیولیبرالیزمه. چرا؟ برای اینکه رشوه چیزیه که منافعت رو تأمین میکنه. یادت باشه در نیولیبرالیزم منافع فرد مهمه، نه جامعه. اصلا جامعه وجود نداره و منافع فرد با همین رشوه و فساد داره تأمین میشه و نیولیبرالیزم همونو میخواد. تو ایران اگر رشوه همگانی شده و یه فرهنگ شده، برای اینکه فرهنگ نیولیبرالیزم، آموزش نیولیبرالیزم حاکم شده، این آموزش باید عوض شه. باید دولت قدرتمندتر بشه، دریان تنبیه و تشویق، نظارت عمده بشه، باید آدم سازی بشه. غیر از اون نمیشه. باید از تکنولوژی بیشتر استفاده بشه و بالاخره باید منابع کشور، تخصیص این منابع، خب درسته یه بخشش دست بخش بازار باشه، ولی دولت باید بیاد این کارو بکنه. اما آخرین حرف من، وقتی که من میگم دولت، یه عده میگن آقا این که دولت نیست که، این همش دزد و دغله و نمیدونم فلانه. من از دولتی حرف میزنم که توسعه‌گره و تن پرسته. من از هر دولتی حرف نمیزنم، من این حرفم قدم همیشه زدم. عزیزان من، وقتی که بچه در گهواره خرابکاری میکنه، تو بچه رو با گهواره و اون تشکیلاتش دور نمیندازی، تو بچه رو برمیداری تمیزش میکنی، بعد اون جریانها رو هم تمیز میکنی. دولت وقتی بده تو نمیندازیش دور، تمیزش میکنی. یک عده شارلاتان نیولیبرال به شما میگن این دولت کثیفه، بندازیمش دور. بچه را با قنداق و گهواره بندازیم دور. مثل که همچین اتفاقی در جایی افتاده که باید تو ایران بیفته. شارلاتان یعنی این دیگه. نه، هیچ جا نیفتاده، تو ایران هم نباید بیفته. ما باید این قنداق و این بچه رو و اون گهواره رو تمیز کنیم. این دولت رو باید تمیزش کنیم. این هم کاریه که مردم ایران میخوان بکنن و خواهند کرد. چاره دیگه ندارن. یه دولت توسعه‌گر، وطن پرست، منضبط، مقتدر حتما درست خواهد شد. نه دولتی که همینجور هر کی دوش بگیره بگیره، هر کی فساد کرد بکنه، هرچی شد شد دیگه. یه نیولیبرال هم بیان بچه های مردم رو سرشون رو شیره بمالن، مغزشون رو بشورن که بله ما میخوایم بشیم امریکا و اروپا. عجب واقعا داستانی. نیولیبرال ها فکر میکنن اگر گوش به حرف اونا بدن و دولت رو بندازیم با گهواره و همه چیش دور، ما اون بخش خصوصی، یعنی همونهایی که توی لواسان و فرشته و اینا نشستن و میلیارد میلیارد دزدیدن و بچه هاشون تو همه جای دنیا دارن بهترین زندگی ها رو میکنن، اینا بعد میان کشور رو درست میکنن برا ما. شارلاتان، اینا خراب کردن. نیولیبرالیزم هم یعنی همین، یعنی اینا به وجود بیان. تو میخوای جلوشو بگیری؟ جلوی چی رو میخوای بگیری؟ برو علیه لواسن نشینا و فرشته نشینا و زعفریه و نمیدونم کامرانیه و الهیه و کوفت و زرما حرف بزن. نه، تو یه نیولیبرال آدم اینا هستی، مزدور اینا هستی، حقوق بگیر اینا هستی، و اینا هم دارن تاراج میکنن و تو هم داری براشون نظریه بافی میکنی که نیولیبرالیزم خوبه. افتادی جون دولت و مردم. مقصر در تحلیل نهایی در نیولیبرالیزم مردمن. یاد باشه نیولیبرالیزم میگه مردم دو دستن، تولید کننده و مصرف کننده. خب تولید کننده که میگه، اینا میگه که کار خودشون دارن میکنن، پس چرا اینجوری میشه؟ میگه مصرف کننده آب، و مشکل آب با مصرف کننده آب ایرانه. نه اینکه یک نیروی اونجا اومده میخواد سودشو به هر شکلی
اکثریت به اکثریت برسونه، به اومده سری کارهایی رو میکنه که با منافع آبی کشور ما جور در نمیاد. عرض کنم که من اجازه بدید اینو تمام کنم، خیلی تشکر میکنم، خیلی طولانی شد، با عرض معذرت از همتون و تشکر برای گوش دادن. این بحث درازیه، تا بخوای ادامه داره. من میتونستم امروز بهتون در مورد این جریان تا بخوای صحبت کنم، ولی چون دفعه قبلم بخششو گفته بودم، امروزم یه مدت تکمیلش کردم. حالا شاید تو برنامه بعدی این جریان محیط زیستو ادامه بدم، برای اینکه محیط زیست ایران واقعا بحرانیه و آب ایران واقعا به یه بحران حیاتی داره برای ما و ما نمیتونیم باشی بازی ایدئولوژیک بکنیم. باید بشینیم ببینیم چجوری باید این جریان رو درست مدیریت کرد. آموزش باید چی باشه؟ تنبیه و تشویق باید چی باشه؟ دولت باید کی باشه؟ عرض کنم که تولید کننده، مصرف کننده باید چجوری آموزش ببینن در این رابطه؟ یه انسان سازی رو باید چی کار کرد؟ تکنولوژی رو باید چجوری رشد داد؟ ما باید بشینیم به این چیزا فکر کنیم. ما فقط تو سر دولت بزنیم که بله این دولت این کارو کرده، یا تو سر خدا و آسمون بزنیم، این راه چاره نیست. ما باید بشینیم دقیق تر مشکل رو بفهمیم، ریشه های مشکل رو درک کنیم و چاره اندیشی کنیم. خیلی متشکرم.